فرق نمی کند کی می برد یا کی می بزند. فرق نمی کند اگر پاها برهنه باشد یا نباشد. فرق نمی کند اگر روی میدان خاکی بازی کنی یا سبزه. فقط بازی کن. تنها و تنها همین ما. بازی کن هر جایی که باشد و به هر گونه ای که باشد. اما آمادگی آن را در سپورت باکس صدای امریکا بید. سلام، به اسپورت باکس این هفته خوش آمدین. جام جهانی 2015 کرکت استرالیا نیوزیلند پایان یافت. استرالیا به قهرمانی رسید. عابد صاحب، استرالیا و نیوزیلند چگونه با هم به مساف رفتن؟ داسې ښکاري چې دوی دغه نړیوال جام ځان دپاره جوړ کړی و. دغه میدانونه او دغه د لوبې چې کوم حالات او شرایط و، د دوی لوبغاړي پکې ډېر ولیدل. خو د نیوزیلند ټیم خپل کور کې ډېر تکړه و، په خپل کور کې استرالیا ته ماتې ورکړه. فاینل کې هغسې ونه ځلیدل څنګه چې پکار و. د فاینل هغه شکل خلکو خوښ هم نه شو، ځکه چې بالکل یو طرفه لوبه وشوه. نیوزیلند په توپ اچونه کې توپ وهن دواړو کې سره ناکامۍ سره مخ شو، نو استرالیا پنځم ځل باندې جام ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کړ. اول خو بسیار خوش آمدین خاورین صاحب به سپورت باکسی هفته ما. تاسو هم هم داسې فکر کوئ آیا واقعا از نیوزیلند هغه شان چې باید زلیده و نزلید؟ مسابقه بین استرالیا و نیوزیلند مسابقه هند و پاکستان واره می باشه. با مو اندازه ای از پر از تنش می باشه و اکثریت مردم هر دو کشور همسایه هستن. در کرکت اینا سابقه بسیار طولانی دارن و برای جهان بیرون از قاره استرالیا طوری که آبی صاحب گفتن اوقدر علاقمندی که با کرکت خود یا با کشور خود ما داریم یا با کشورهای همسایه داریم که یک چیزی از خودی را در او میبینیم در بازی استرالیا و نیوزیلند طبعا برای افغانا اوقدر به وان اندازه دلچسب نبوده، اما باز هم کرکت برای جهان بود. مسابقه جهانی شد. استرالیا و نیوزیلند بازی خوب کردن. آبد صاحب، افغانستان خو په دغه جام کې وزلید لکشن. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څه باید وکړي چې نورو ورلد کپونو باندې هم خپل هغه لارې ومومي؟ دوی چې شروع نه خپل کوم پلان ښودلی همدغه و چې موږ به د لوبو کې کم از کم یوه لوبه یا دوه وګټو. دوی ته چانس زیات و چې دوی ګټلی وای، سریلنکا سره د ګټلو چانس زیات و. خو هغه شان چې څنګه تاسو چې لږ وځلېده هم بالکل لږ وځلېده، یوازې خپل ساوي ټیم سکاټلند ته ماتې ورکړه. نور ټیمونو مقابل کې هغه شان بالکل زموږ ټیم هغه ترتیب هم داسې نه و. دوه لوبغاړي یا درې لوبغاړو باندې په توپ اچونه کې په لوبغاړو باندې موږ زیات حساب کوو، په توپوهنه کې یا بیټنګ کې یوازې سمیع الله شینواري وځلېده. نو د دې نه موږ داسې اندازه لګولی شو چې ټیم انتخاب کې سخت مشکلات و، کوم لوبغاړي دوی باید لیږلي وهغې ونه لیږل. نو آینده دپاره بلکې دا نږدې لوبو دپاره هم دوی دپاره دې نه غټ درس دی چې ټیم بالکل سره بیا جوړ کی. یعنی ای برنامه را که شورای بین المللی کرکت گرفته خورین سر فکر میکنن که بتانه با حضور 10 تیم افغانستان یکمک راه پیدا بکنه در جام جهانی آینده؟ تنها جام جهانی کرکت نیست، کرکت و کشورهای آسیایی می باشه، کرکت دو کشوری می باشه. افغانستان میتونه، هدف افغانستان بزرگ نمودن کرکت در داخل افغانستان است. اصلا باید در داخل افغانستان ما کرکت داخلی خود را به او سطح برسانیم که جهانیان به این قناعت شورای بین المللی کرکت حاصل کنیم که افغانستان حقدار بازی در کرکت جام جهانی است. تشکر شما. عابد صاحب، اولین گام، اولین برنامه شورای به کرکت افغانستان، برد کرکت افغانستان در این 4 سال آینده چی خواهد بود؟ وزرستی در افغانستان در کرکت بورد تنگه چه ای خوانین سایب ویلی آغا میارونو تیزان نده برابر کرده چه نلیوالو تا زیاد لوب چانس برابر که په داخل که در کرکت چه سمرا تشکیل او سیگی در جنو کرکتیمونه پر مکتبونه که در کرکتیمونه در ضرورت ده در نلیوال شورا در دایمی غلی توب ده پارا. بل مهم در اریکو در ملکونو تر من دوی چه کم ضرورتونه دی آغا نپورا که چه در اغوی لار شی اغوی سر وزه لیگی دوی که بنا ریوال جام که خونه زلی دل استرالیا سر خالو بانه شو نیزلند سر بانه شو اغوی بیاد رخ نخه که چه دیسو لوبو که تا چه پندو سورو نشو لوبو ولی تا تا نړیوال تلویزیونونه هم لوبې نه درکوي، تا ته نړیوال میدانونه هم لوبې نه درکوي. نو ته باید ځان دومره برابر کړې چې تا نړیوالې په رسمیت وپېژنې. یک چیز در این مورد باید بگویم که در افغانستان کرکت باید از یک مقام حداقل به سطح وزیر سرپرستی شوه، که معمول است در تمام کشورهای جهان که کرکت دارن
به سطح وزیر و یا به سطح ریاست جمهوری سرپرستی میشه و بعد از او ادارش به وجود میاد. تشکر. به می امیدواری بنده های عزیز که بتانیم تیم خوبه در سایر میدان های کرکت هم از افغانستان به نمایش بگذاریم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.